صدها هزار نفر در کره شمالی برای جنگ با ایالات متحده آمریکا داوطلب شده اند. بیننده های گرامی، درود و سلام بر شما. صدها هزار نفر در کره شمالی برای جنگ با آمریکا داوطلب شده اند. منابع رسانه‌ای گزارش داده اند که حدود 800 هزار شهروند کره شمالی برای جنگ با ایالات متحده آمریکا اعلام آمادگی کرده اند. رویترز روز جمعه 26 اهود گزارش داد که کره شمالی مدعی شده که حدود 800 هزار تن از شهروندان این کشور برای جنگ با ایالات متحده آمریکا داوطلب شده اند. در گزارش رویترز آمده است که دانش آموزان و کارگران تمایلشان برای ثبت نام در ارتش و مقابله با آمریکا اعلام کرده اند. این در حالی است که کره شمالی هفته گذشته چندین موشک بالستیک شلیک کرد. این شلیک ها در حالی انجام شد که کره جنوبی و آمریکا یک رزمایش نظامی 10 روزه را آغاز کرده اند. کره شمالی دو روز پیش موشک بالستیک خارپیمایی هواستون که ابدهر خود را در پاسخ به مانورهای نظامی جاری آمریکا و کره جنوبی پرتاب کرد. گفته می شود که این شلیک ساعت پیش از دیدار یون سوک یول رئیس جمهور کره جنوبی با فومیو کیشیدا نخست وزیر ژاپن انجام شده است. کره شمالی هشدار داده که این تمرینات امکان دارد اعلام جنگ پنداشته شود. واشنگتن و سئول در برابر تهدید اتمی کره شمالی همکاری دفاعی خود را گسترش داده اند. کره شمالی نیز اخیراً آزمایش های موشکی زیادی را انجام داده است. کره شمالی در ماه های گذشته چندین آزمایش موشکی و رزمایش برگزار کرد که هدف از آنها تقویت بازدارندگی هسته‌ای و عملیاتی کردن کمال تسلیحات بیشتر توسط ارتش این کشور عنوان شده است. کیم جونگ اون رهبر کره شمالی چند روز پیش به ارتش این کشور دستور داد تا رزمایش های بیشتری برای آمادگی یک جنگ واقعی انجام دهد. حزب حاکم کارگران این کشور نیز روز یکشنبه هفته جاری در پاسخ به اقدامات آمریکا و کره جنوبی تدابیر عملی و مهمی برای بازدارندگی جنگی اتخاذ کرد. با تشکر که تا اخیر این ویدیو با ما همراه بودید.